با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و برنامه دیگری از یک دنیای بهتر رو تقدیم حضورتون میکنم. خیزش انقلابی آبان 98 فضای سیاسی جامعه رو عوض کرد. مردم با صدای بلند در اکثر شهرها در ایران، چه شهرهای بزرگ و چه شهرهای کوچک، به رژیم جمهوری اسلامی نگفتند و مطرح کردند که خواهان سرنگونی این رژیم و خواهان رسیدن به یک زندگی انسانی و رسیدن به جامعه‌ای که آزادی، رفاه و برابری رو برای اونا برمغان بیاره میباشند. در برنامه امروز تلویزیونی برای یک دنیای بهتر ما میزگردی خواهیم داشت با محمد آسنگران و علی جوادی و در ارتباط با اینکه چه اتفاقی در آبان 98 افتاد، تفاوتش با جنبش‌های دیگه‌ای که در جامعه ایران به خصوص در سال 78، در سال 88 و در سال 96 برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی راه افتاد چیه؟ تفاوت ها و تشابهاتش با اون جنبش ها چیه؟ آینده به چه سمت خواهد رفت؟ راست و چپ چه موضع گیری در ارتباط با این جنبش ها، در ارتباط با جنبش آبان 98 صورت دادن؟ سیاست در خارج از کشور در ارتباط با دفاع از مبارزات مردم در ایران به چه شکل خواهد بود؟ بخشی از نکاتی است که ما در برنامه امروز برای دنیای بهتر با محمد آسنگران و علی جوادی خواهیم بود و نظراتشون رو در این ارتباط جویا میشیم. با سلام به شما محمد آسنگران و با تشکر از اینکه در برنامه امروز ما شما رو با خودمون داریم. با سلام به شما و علی جوادی که در برنامه هست و شنوندگان و بینندگان برنامه تون. خواهش میکنم. علی جوادی با سلام به شما و بار دیگه شما تو برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر، منتها این دفعه توی میز گرد و با محمد آسنگران. متشکرم به شما و محمد آسنگران و بینندگان عزیز، سلام گرم دارم. محمد آسنگران عزیز، اولین سوالی که برای همه مطرحه این که چه اتفاقی افتاد؟ آیا این اتفاق رو صرفاً در ارتباط با بالا رفتن بنزین میشه توضیح داد و یا اینکه فکر میکنیم که زمینه‌های اعتراضی که در آبان 98 اتفاق افتاد فراتر از این مسئله است؟ طبعاً نه تنها ما و من، بلکه الان اکثر صاحب نظران جنبش، حتی از جنبش‌های مختلف و جریانات مختلف در این مورد مشخص متفق القول هستند که گرون شدن بنزین فقط یک جرقه بود به یک انبار بارود و زمینه‌هاش نفرتی که مردم از جمهوری اسلامی داشتند، نگرانی که از آینده خود و زندگیشون داشتند، فقر و فلاکت و همزمان با اون سرکوبی که به این جامعه تحمیل شده بود، همه اینها مسائلی بود رو هم تلمبار شده بود و فقط منتظر یه اتفاق کوچیک بود که بالاخره این خرمن آماده رو با آتش کشید. داستان اینه که حتی اگر بنزین گرون نمی‌شد، در هفته ها و ماه های آینده ما شاهد چین اتفاقی میتونستیم باشیم. اینطوری نیست که اگر بنزین گرون نمی‌شد، مثلا مثل همون دو هفته پیش میمون، مثلا مردم ساکت میموندن. بالاخره فقر و فلاکت و ورشکستگی اقتصادی که الان دیگه همه رو گرفته، بیکاری، بی آیندگی، و همزمان با این همه درد و غم و فشار فقر، سرکوب بی‌رحمانه رژیم باعث شده که مردم دیگه جون به لبشون رسید و اون اتفاق افتاد که همه دیدید. علی جوادی، شما اگه نکته‌ای در ارتباط با نکاتی که محمد آسنگران مطرح کردن بفرمایید. همچنین من می‌خواستم این سوالم مطرح بکنم که به نظر شما تفاوت‌ها و تشابهاتش با اعتراضات قبلی که قبلا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی پیش اومده بوده چیه؟
ببینید، منم مثل محمد آسنگرام فکر میکنم که این اعتراضات، گرون شدن قیمت بنزین، صرفا یک چاشنی برای این اعتراضات بود و پاسخ هم این نبود که اگر حتی جمهوری اسلامی قیمت بنزین رو به صفر برسونه، مردم به خونه برمیگردن و یه سازشی با جمهوری اسلامی میکنن. نه، مردم این بسطلح براشون یه چاشنی بود، یا به قول معروف جرقه‌ای بود که در رابطه با اعتراضات مردم بر علیه جمهوری اسلامی مطرح شد و یک اپیزود یا فاز دیگه یا دوره دیگه یا مقطع دیگه از جنبشی که برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی آغاز شده رو ما شاهدش بودیم. به این اعتبار باید گفت آبان 98 هفته بود که پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی رو تماماً به لرزه در آورد. اشکال نوینی از اعتراض، اشکال نوینی از پیشروی برای تصرف قدرت سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی رو در این حال به نمایش گذاشت. اگر بخوایم تفاوت‌ها و تشابه‌ها این دوره، این هفته، هفته آبان 98 رو با اعتراضات در دوره‌های پیشین مقایسه کنیم، به نظرم در تیر ماه 78 بخشی از جامعه، شاید بشه گفت پیشگامانی، آوانگاردهای جوانانی، اعلام کردند که مبارزه بین با جمهوری اسلامی فقط مبارزه در جامعه، مبارزه بین دو جناح نیست. جناح سومی وجود داره، جناح مردم، جناحی که میگه کلیت جمهوری اسلامی باید بره. و اون دوره را 6 روزی که جامعه رو لرزون به اصطلاح اسمدش بردن. توی سال 88 ما کماکان میبینیم که مسئله تقلب در انتخابات چوب دستی یا بهانه‌ای میشه که مردم در ابعاد میلیونی بیان، اما در این حال اعلام میکنن که موسوی بهانه است، هدف کل نظام است. در این حال ولی با چوب دستی های تکیه و یا توهمات تکیه به بالا از یک جناح بر علیه جیگه استفاده کردن، کماکان میون جامعه جاری بود. سوی دیماه 96 ما شاهد این بودیم که مردم گرسنه به میدون اومدن. اعتراضات بر علیه گرسنگی بود، به سرعت تبدیل به اعتراضاتی سراسری شد. در بیش از 100 شهر ما شاهد اعتراض مردم بودیم. اما آبان 98 به نظرم ویژگی های خاص خودشو داشت. نه تنها مردم تعرض کردند، نه تنها به ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی تعرض کردند، مراکز به اصطلاح دفاتر خامنه ای، سمبل های جمهوری اسلامی رو به آتش کشیدند، بعضی جاها خلسلاح کردند ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی رو. در برخی اون اخبار اولیه که نشون میده مناطق و برخی از شهر رو به کنترل در آوردن، کنترل محلات، کنترل بخش های شهر، ویژگی هایی بود که این دوره از مبارزات نشون داد و شاید بشه گفت گوشه هایی از این که تصرف قدرت سیاسی در جامعه و بیرون آوردنش از حلقوم جمهوری اسلامی بعضن از این کانال در این حال این که برای یک قیام سراسری و غیره باید سازماندهی کرد، به این اشکال هم باید توجه خاصی کرد. خیلی ممنون علی جواد. محمد آسنگرم، شما اگه نکته میخواین در ارتباط با ویژگی این اعتراضات بگین لطف کنین. منتها من سوال دیگه هم که داشتم این که آدمایی که تو خیابون بودن، این آدما چه کسایی بودن، از چه قشر و چه طبقه ای بودن که در این اعتراضات در واقع نقش مهم و اساسی داشتن؟ خب طبعا وقتی که به این اعتراضات آبان ماه نگاه میکنیم، تفاوتایی داره با موارد قبلی مشابه خودش. علی هم تاکید کرد و گفت که بالاخره تفاوتایی داره، ولی ببین تو همین حرکت کمتر از یک هفته با شدت 3-4 روز اول، حمله به بانک‌ها، کنترل بخش‌هایی از شهرها و محلاتی از شهرها برای مدت کوتاهی، دست بردن به اسلحه مواردی و اصلاح کردن نیروهای انتظامی، حمله به مراکز تبلیغ خرافاتی که رژیم سازمان داده مثل مساجد و حوزه‌های علمیه و غیره و ذالک، حمله به آخوند مشخصاً، داخل تو همین دو مورد یک هفته دو مورد اخبارش منتشر شده، و حمله به مراکز اقتصادی که وابسته به رژیم و ارگانهایی مثل سپاه پاسدارانه. مثلا طبق اخباری که من دارم، بانک های انصار که مال سپاه، بیش از تمام بانک های دیگه به آتش کشیده شده یا خود شده، حمله بهشون شده. این نشون میده که یه نفرت عمیقی مردم نسبت به حکومت و تمام ارگان های این حکومت دارن، و
قشری هم که اساساً تو این حرکات نقش برجسته و اساسی داشت، اولا مناطق فقیر نشین شهرها بودن، دوما 90% بیش از 90% چون واقعا جوانان بین 17 و 18 تا 25 و 30 بودن. حتی مواردی پیش اومده و اخبارش منتشر شده که زیر 16 سال و 15 سال هم کسایی شرکت کردن و همراهی کردن. به هر حال منظورم اینه که این قشر جوان، نوجوان در مناطق فقیر نشین که فکر میکنن هیچ آینده ای ندارن، حتی برای تأمین معاش روزمره دچار مشکلن. خود صدا و سیما رفته با مردم مصاحبه کرده، جوابی که بهون میدن علی رغم اینکه خودشون بالاخره دستچین میکنن، قاعدتا ما که میشناسیم ارگان های رژیم مثل صدا و سیما چکار میکنه، ولی همونجا با تمام قدرت زن، مرد، جوون، مسن دارن داد میزنن که ما چطوری زندگی کنیم، چطوری میشه با 1.6 میلیون و یک و حتی مواردی کمتر از 1 میلیون زندگی خانواده رو چرخون. مرسی. این فقر و فلاکت دیگه به استخوان زده، کارتی بوده که به استخوان زده و مردم دیگه تحمل نمی کنن. و به خاطر همین اساساً تو مناطق فقیر نشینی اعتراضات شکل گرفت. مرسی محمد آسنگران. علی جوادی، شما در ارتباط با نکته‌ای که محمد آسنگران مطرح کردن که اساساً این در منطقه فقیرنشین شکل گرفته بوده و اقشار زحمتکش و اقشاری که در موقعیت اجتماعیشون جوری بوده که در این اعتراضات درگیر بودن، راجع به این مسئله شما نظرتون چیه؟ و بعد این من فکر میکنم حتی خود تئوریسین‌های جمهوری اسلامی دارن اذعان میکنن که این شورش گرسنگانه، اونطوری که اونا دارن بیان میکنن، یعنی مردمی که گرسنن واقعا اومدن تو میدون دارن میخوان سرنوشت خودشونو دستشون بگیرن و عاملی خب که مانعی میشه که این شکل نبود علی سوادی تو 96 ابعادشو داشت، ولی ویژگیایی رو که در دوره حاضر به نظرم میبینی متفاوتش میکنه و یه دوره متفاوتتر و بالاتری رو میتونیم. ما یک اطلاعی رو به یه اعتباری در رابطه با مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم، شاید بتونیم بگیم یه فاز جدیدی رو میبینیم. این فازی که محمد آسنگران هم اشاره کرد، اسلحه وارد کار سیاست میشه، کار نظامی در کنار کار سیاسی، در کنار کار مبارزه اقتصادی، وارد مسئله بحث در رابطه با جنبش سرنگونی میشه و این داده شده عملا دیگه بحثایی که در دوره های قبلی این بودش که مبارزه خشونت آمیز صورت نگیره، ما از طریق مدنی جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم، ما با به اصطلاح صحبت همون میتونیم جمهوری اسلامی رو وادار به تغییرات تدریجی و بعد تغییر نهایی بکنیم، تمام این اراجیف به کنار رفت، نشون داده شد که تنها راه خلاصی از جمهوری اسلامی مبارزه قهرآمیز انقلابی و یک قیام نهایی که بتونه کار رو یک سره بکنه، یا قیام های متعدد شهری یا تصرف قدرت ها در مناطق مختلف هست که بتونه کار جمهوری اسلامی رو یک سره بکنه. و نیروی محرکه اصلی این مسئله کارگر و زحمتکش که جوون ها بخش عمده ای از نیروی هستند که بیکارن، آینده ای ندارن، دارای تحصیلات هستن ولی افق و چشماندازی در مقابلشون نیست، نتیجتاً سر به عصیان، سر به شورش، سر به قیام، سر به خیزش در مقابل جمهوری اسلامی میزنن. مرسی علی جوادی. محمد آسنگران، هم شما و هم علی جوادی به مسئله اسلحه و وارد فاز نظامی شدن این اعتراضات اشاره کردین و به این اشاره کردین که الان اسلحه نیست در کنار سیاست قرار گرفته و جوانان از تو بود نظامی رژیم رو به چالش کشیدن. سوالی که برای برخی میتونه مطرح باشه این که ما با رژیمی روبرو هستیم که فرمانده سپاه پاسدارانش از عراق گرفته تا سوریه گرفته تا لبنان گرفته نقش داره در سرکوب مبارزات مردم. جوانانی که تو ایران هستن و یا کسانی که دست به اسلحه بردن، اینها چجوری میتونن در مقابل این رژیم قد علم بکنن و اون رو به چالش بکشن از نظر نظامی؟ ببین، تا اونجایی که بحث نظامی من شخصا امیدوارم هرچه دیرتر مسئله اسلحه بیاد وسط، چون به محض اینکه اسلحه میاد وسط میدان میشه میدان نیروهای نظامی و
باید حتما تو جنگ بالاخره پیروز بشی، و پیروز شدن تو یک جنگ نامنظم و به درجاتی که ما میدونیم میفهمیم اوضاع چیه، هنوز سازمان متشکل و منظمی نیست که این نیروی نظامی رو به هم گره بزنه، سیاست و تاکتیک و نقطه پیشروی و عقب نشینی و اینا رو باهاش تعیین کنه، میتونه به هر حال مشکلاتی وجود بیاره. منتها این خب آرزوه، این تلاشیه که میکنیم، ممکنه موفق بشیم که نشیم. منتها جایی که مردم دست بردن به اسلحه، اونجا دیگه نمیتونی مردم رو منع کنی، چون مردم بارها دیدن، کهریزک رو دیدن. الان زندان اخیر خود رئیس شورای شهر صداش در اومده خوشفویه که میگن وضعیت اسفناک زندانیایی که اونجا برده شدن. مردم دیدن عوامل رژیم، نیروهای سرکوب رژیم بسیار بیرحمانه و خشن علیه معترضین و مردم ناراضی بالاخره دست به عمل مسلحانه زدن. ببخشید. به خاطر همین مواردی ناچار شدن برای دفاع از خودش این کارو بکنه. منتها بحث اینه علارغم این موضوعات یه جایی ناچارن دست میبرن به اسلحه. عامل اصلی که مردم دست میبرن به اسلحه و خودشون رو ناچار میدونن دست برن به اسلحه، خشونت و بیرحمی و کشتاری که نیروهای نظامی علیه مردم انجام میدن. این یک عکس العمل، یک برنامه از پیش طراحی شده نیست، و این عکس العمل مردم یک نفرت عمیقیه که به نسبت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن که اینچنین بیرحمانه در مقابل مردم قرار گرفتن، ما میزنن و میکشن. ما میبینیم جایی که مجسمه خمینی رو در کرج دارن آتش میزنن، جوونی که داره شعار میده میگه این به انتقام خونهایی که در 67 ریخته شد و در خاوران یه بوشه شما میبینید. خب این نسل جوان علی‌رغم این که 67 ندیده، یادش نیست، بسیاری از اینا فقط شنیدن، ولی میدونن تو 67 بالاخره قتل عام‌های اتفاق افتاده و دیدن تو اتفاقات 78 و 88 و 96 و اخیراً هم 98 دیدن مردم نیروهای مسلح چه بیرحمی رو اعمال میکنن. و به این معنا بنابراین ماهیت خود این رژیم، ماهیت عمل و سیاستی که بر نیروهای مسلحشون حاکمه، مردم رو ناچار میکنه دست به دفاع از خودشون بزنن و دست بزنن به اسلحه. و به این معنا ما به هر حال باید فکری به حال این بکنیم که اگر چنین اتفاقی پیش اومد چطوری باید اینو سازمان داد که بتونه موفق بشه تو کار. خیلی ممنون. بزنید نظر علی جوادی هم جوه بشیم. علی جوادی، البته من منظورم در ارتباط با اینکه چرا مردم دست به اسلحه میبرن نبوده، بحثم سر اینه که چجوری میشه مردم رو در این ارتباط معین حمایت کرد و ساپورت کرد که دست بردن مردم به اسلحه بتونن از پس رژیم جمهوری اسلامی بر بیان، و فکر میکنیم که زمینه هاش ببینیم. من فکر به دو فاکتور اشاره بکنم. ما در کنار مبارزه سیاسی، در کنار مبارزه اعتصابی اقتصادی، یه فاکتور دیگه هم وارد کار مبارزه روزمره مردم داره میشه، اونم اقدام نظامی، اقدام مسلحانه علیه قوای سرکوب جمهوری اسلامی هست. این یک واقعیته. نقشه عمل از پیشی و فراخان کسی برای به اصطلاح دست بردن به اسلحه برای مقاومت در مقابل نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی یا برای تعرض به کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی نبوده. فاز اعتراضی هستش که خود جامعه بهش متوسل شده و حق هم داره در مقابل قوای سرکوب جمهوری اسلامی به اسلحه متوسل بشه. مهمتر از دست بردن به اسلحه، سیاست ناظر بر اسلحه هست. چه سیاستی با توسل به اقدام نظامی و اقدام مسلحانه در حد پیش گرفته میشه؟ به نظر من مسلماً این فراخانی برای مسلح شدن برای همه و یک فراخان قیام نیست. چنین اقدامی کاملاً زودرسه، چنین اقدامی کاملاً میتونه الان به اصطلاح یک اقدام نسنجیده باشه. اما واقعیت اینجاست که مردم در مقابله با جمهوری اسلامی برای دفاع از تعرضی که انجام دادن و یا تعرضی که انجام
دادن مسلح شدن، اسلحه رو از دست رژیم گرفتن برای اینکه کشتار کمتری صورت بگیره، برای اینکه بتونن مناطقی رو که برفرض تحت کنترل در آوردن در شهرهای از بخشای مثلا در شیراز یا بخشای در کرج یا بخشای در ماهشهر و غیره بتونن مسلحانه از مناطقی که آزاد کردن و تحت کنترل خودشون در آوردن دفاع بکنن. چه سیاستی باید بشه؟ من فکر میکنم اسلحه باید در کنار سیاست سازماندهی توده‌ای مردم جای خودش رو به هر حال داشته باشه. شوراهایی که ارگانهایی که در محیط زیست به وجود میاد، شوراهای سازمانده این اعتراضات، شوراهای گردهم آورنده و رهبری کننده این اعتراضات، در این حال باید بتونه اقدام نظامی و عمل مسلحانه در دفاع از این اعتراضات رو به مثابه گامی برای پیشبرد و تحکیم این اعتراضات در دستور خودش داشته باشه و براش آماده باشه. از فردای این اعتراضات که این اعتراضات دوباره برمیگرده بعد از اینکه این مرحله رو از سر بگذرونه، جامعه جای دیگه وایساده. جمهوری اسلامی که اسلحه در مقابلش گرفته شده، جمهوری اسلامی دیگه هست. مردمی که دست به اسلحه بردن، مناطقی رو آزاد کردن، شهرهایی رو بخشایش تحت کنترل گرفتن، جای دیگه وایسادن. به این اعتبار باید در کنار سیاست‌های دیگه‌مون این فاکتور رو هم ملحوظ بکنیم و مد نظر داشته باشیم. مرسی علی جواد. محمد آسنگران، برای پیشروی این جنبش به نظرتون نکات کلیدی چیه و چه سیاست معینی رو باید تو دستور کار بذاشید؟ من فکر میکنم الان نمونه هایی را خود فعالین در محل نشون دادن. تشکیل شوراهای محلات و کمیته های انقلابی که بتونه انقلاب رو سازمان بده. شوراهایی که عمدتاً متشکل هست از فعالین هر محله و هر مرکز تجمعی که مردم توش زندگی میکنن و یا کمیته های انقلابی که میتونن همین نقش رو بازی کنن. به هر حال اگر یک درجه از این نوع سازماندهی در محلات مختلف در شهرهای مختلف شکل بگیره، حرکات اعتراضی هم قدرتمندتر خواهد شد، هم با برنامه تر و منظمتر که بتونن تاکتیکای رژیم رو حلاجی کنن، بشناسن راه مقابله با تاکتیکای رژیم رو برگزینن و درجه پرداخت هزینه‌ای که در این اعتراضات به مردم تحمیل شده رو پایین بیارن. و این فقط با سازماندهی میشه. حرکات و اعتراضات بدون سازمان، بدون تشکل، پراکنده و خود به خودی میتونه توی مقطعی شکل بگیره ولی نمیتونه ادامه دار باشه و نمیتونه به اهدافش برسه. به این معنا راه پیشروی، راه گسترش این اعتراضات، راه ادامه این اعتراضات و راه پیروزی این اعتراضات اساساً به تشکل گره خورده و این تشکل به هر درجه وسیع‌تر و بیشتر تو شهرهای مختلف جوونا و فعالین محلات مختلف توش دخیل بشن، به همون نسبت شانس موفقیت و شانس به عقب روندن رژیم و شکست رژیم رو بالا میبره. علی جوادی، شما نظرتون در این مورد؟ منم فکر میکنم که اعتراضات رو باید سازمان داد و سازماندهی کلید و رمز پیشروی و موفقیت این اعتراضات است. اعتراضات خیابونی رو شاهدش بودیم، این اعتراضات اشکال قهرآمیز به خودش گرفتن. سازماندهی اعتراض بر مبنای فعالین منطقه‌ای اساساً اقدامی هستش که ما باید در دستور بگیریم و در این حال پاسخ مناسبی به آرایش سیاسی نظامی هستش که قوای سرکوب جمهوری اسلامی به خودشون گرفتن. اگر اطلاعاتی رو که از درون سپاه به اصطلاح به بیرون درس کرده مبنی بر آرایشش، میبینیم که آرایش منطقه‌ای به خودشون گرفتن، نیروهاشون رو به طور منطقه‌ای به اصطلاح تقسیم کردن، فرماندهان منطقه‌ای دارن که بتونن فرماندهان منطقه‌ای اگر یک جور نیرو قدرت رو به مردم از دست دادن، جای یه قدرت رو حفظ بکنن. من فکر میکنم کلن شاید اگه بخوام به درجه دورنگری آدم بکنه، بتونی نبهی که شاید شکل تصرف قدرت سیاسی از جمهوری اسلامی اینطور نباشه که ما با یک قیام یک روزه یا دو روزه یا چند روزه کل جمهوری اسلامی رو در پهنای جامعه ایران به زیر بکشیم و قدرت رو به اصطلاح در دست بگیریم. شاید مسئله این که به شهرها، کنترل شهرها از شهری به شهر دیگه، جارو کردن اوباش حاکم اسلامی، نیروهای سرکوبگرشون از منطقه‌ای به منطقه
منطقه دیگه به یک وجهی تبدیل بشه که در اعتراضات بهش باید باش مواجه بشیم و براش آماده باشیم. تصرف این که نیروهای مثلا مثل نیروی قاسم سلیمانی یا برفرض مثل سردار سلامی یا یه سردارای اوباش دیگه جمهوری اسلامی با از دست دادن قدرت در یک شهر در شهر دیگه هم قدرت رو ول میکنن تسلیم میشن، به نظرم تصور کودکانه هستش. نتیجتا بعد برای یک پروژه درازمدت تصرف قدرت سیاسی در تمامی بخشای جامعه با جمهوری اسلامی از الان آماده شد و آرایش سازماندهی محیط به اصطلاح زیست، شوراهای مردمی، شوراهای سازمانده اعتراضات در محیط مردمی که میتونه در این حال ارکان نظامی، سیاسی، اقتصادی رو در این خودش در بر بگیره، یک وجه عمده میتونه باشه. این مسئله تعیین کننده میشه. مرسی علی چاوده. محمد حسنگرم، الان همه از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکنن، گرایشات مختلف از راست تا چپ از این صحبت میکنن که جمهوری اسلامی باید بره. جمهوری اسلامی رو چجوری میشه انداخت و چجوری میشه از شرش خلاص شد؟ من فکر کنم با همین حرفایی که در جواب سوالات قبلی گفتیم، تصور میکنم که خطوط عمومی یا کلی چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی رو گفتیم. ولی چیزی که باید هوشیار باشیم، یک نوع خوشبینی وجود داره و یک نوع تحلیل و برداشت و حتی به نوعی شباهتش با حکومت شاه یا حکومت های منطقه مثل حکومت مبارک و بن علی و اینا تو مسائلها و بحثها و نمونه ها تکرار میشه که به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی شباهتی به هیچ کدوم از اینا نخواهد داشت. نوع سرنگونی جمهوری اسلامی پیچیده تر، چند وجهی تر و اساساً با ابتکارات و قدم به قدم پیش خواهد رفت. این مثلا سرنگونی شاه نگاه کنی، یک روز بالاخره مردم قیام کردن و گفتن روز 22 بهمن و ارتش اومد تسلیم شد و گفتن حکومت عوض شد. در مصر یک روز ارتش از پشت مبارک رفت کنار و گفتن مردم موفق شدن و حکومت سرنگون شد. در تونس هم همینجوری. ولی سرنگونی جمهوری اسلامی شباهتی به اینا نداره. سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه شبیه باشه با سرنگونی صدام، قذافی و اسد. منتها در نوع خودش به نظر من در ایران یک تجربه‌ای داره شروع میشه که در هیچ کدوم از کشورهای دیگه ما نمونهشو نداریم. برای اینکه نوع خاصی از رژیم، حکومت، نیروی سرکوب و ایدئولوژی باش مواجه هستیم، همه اینا دخالت میکنن تو سیاست و تعیین سیاست و تعیین مقابله ما با خود این رژیم. بنابراین سازماندهی گره قضیه است. این یک که گفتیم تو بحث قبلی که اگر مردم در شوراهای خودشون، در کمیته های مختلف، در محلات مختلف متشکل بشن، امکان این که تعیین شعار کنن، تعیین محل تجمع اعتراضی کنن، حتی اگر لازم شد یه جایی دست به دست برن اونجا سازمانش بدن، شعار نویسی کنن، آگاهگری کنن، تبلیغ کنن، دشمن رو فریب بدن، هزار کار میشه از این مراکز سازمان پیدا کنن. به این معنا سرنگون کردن جمهوری اسلامی یک با قدرت جمعیت و دو درجه ای از تشکل و سازمان و آگاهان حرکت کردن و با نقش حرکت کردن هست که نهایتاً در این پروسه سرنگونی این مراکز شکل خواهد گرفت. احزاب و جریانات سیاسی هر کدوم سعی میکنن با سیاست معینی خودشون رو هماهنگ کنن و کار معینی رو انجام بدن. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی اینطوری نیست. قطعاً علی گفت شاید اینطوری باشه، من میگم قطعا اینجوریه که به مانند شاه و مبارک و بن علی سرنگون نمیشه یک روزه بگن امروز تمام. جمهوری اسلامی مقاومت خواهد کرد، سران سپاه مقاومت خواهد کرد، اینا راحت
به دستور کسی این ورور نمیشن، اینا خودشون صاحب تمام اقتصاد و سیاست و دارایی های اون کشور میدونن و هر کدوم میلیارد ها میلیارد امکانات اقتصادیشون راحت از دست نمیخوان بدن و به این معنا مقاومت میکنن. اون فقر و فلاکتی که به جامعه هم تحمیل کردن با زور اسلحه تحمیل کردن. به این معنا من نمیخوام اینقدر کار رو سخت کنم و بیان سرنگون جمهوری اسلامی رو سخت کنم که بگیم نگرانی به وجود بیاریم یا ممکنه کسی روحیش رو از دست بده. بحث این نیست، بحث این حقیقت رو وقتی بدونی، دشمنت رو وقتی بشناسی، در چنین شرایطی تاکتیک مناسب رو در مقابلش اتخاذ میکنی و سیاست مناسب برای شکستش رو اتخاذ میکنی. بنابراین به نظر من باید ما به عنوان جامعه ایران و به عنوان جریانات سیاسی و به ویژه احزاب چپ و کمونیست بدونیم که برای سرنگونی جمهوری اسلامی کار چند وجهی در پیش داریم و در این حال همزمان جریانات راست اساساً اتکارشون نه به این مردم سازمان یافته بلکه اساساً به دولت‌ها، قدرت‌ها، و تبلیغات دولت‌های دیگه است. باید اینم همزمان حواسمون باشه. راجب راست صحبت میکنیم که الان اتفاقا میخواستم سوال بعدی رو در ارتباط با برخورد راست به این اعتراضات بپرسم. علی جوادی، رضا پهلوی و جریانات ناسیونالیسم پروغربی که مدافع رضا پهلوی بودن تا کنون همواره از مسئله انتخابات آزاد، مسئله جامعه مدنی و یا مسئله این که رژیم رو باید از طریق اعتراضات انداخت و یا مسئله حمایت دول غربی که الان محمد آسنگران هم بهش اشاره کردن، میبینیم که در این پروسه مسئله انقلاب مطرح میشه و مسئله دفاع از مبارزات مردم مطرح میشه. به نظر شما چی شده که راست الان خودشو با کلماتی مثل انقلاب داره تداعی میکنه و چه اهدافی مد نظرشون است در ارتباط با این سیاستی که الان اتخاذ کردن؟ اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال بپردازم این نکته رو در ضمن اشاره کنم. محمد آسنگران بحث مهمی رو مطرح میکنه در رابطه با چند وجهی بودن، پیچیده بودن و موزلاتی که در پروسه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وجود داره و باید براش آماده شد. یکی از مبانی سیاسی تئوریک این واقعیت سخت در این حال به اصطلاح چالشی که ما باش مواجه هستیم این هستش که جمهوری اسلامی برخلاف سیستم شاه یه حکومت متمرکز نبود که اگر رأسش زده بشه تمام اجزایش در هم ریخته میشن و به اصطلاح نابود میشن و از بین میرن. این سیستم غیر متمرکزه، سازماندهی غیر متمرکز داره. حتی سپاه پاسداران نه تنها ارگان نظامی هست، ارگان اقتصادی هستش، ارگان برفرض اجتماعی هستش و غیره. و به این بار زدن یه همچین هیولایی مستلزم تلاش و سازماندهی متمرکزتر و درک تفاوتهایی هستش که در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی با سرنگونی رژیم شاه مد نظر هست. این رو باید کاملا ملحوظ کرد توی مبارزات. اما در این حال که این مبارزات، سازماندهی مبارزات در محیط زیست اساس از یک بخش ویژه‌ای، جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه، در این حال به این مثلا بعد اشاره کرد که اعتصابات کارگران، حضور قدرتمند طبقه کارگر با پرچم سوسیالیستی خودش در رأس رهبر اعتراضات میتونه اساس مسئله برای پیروزی موفق جنبش سرنگونی و استقرار یک حکومتی باشه که آزادی و برابری و رفاه رو به دنبال خودش داشته باشه. اما تا اونجایی که به سوال من اجازه بدیم شما رو قطع کنم قبل از اینکه به پاسختون به سوالم در ارتباط با مسئله برخورد راست بپردازیم، چون وقتمون تمومه، اجازه بدیم که این بحث رو اینجا ما ببندیم و وارد قسمت دوم بحث بشیم در ارتباط با برخورد راست، برخورد جریانات ملی اسلامی و بقیه و برخورد غرب و بقیه بحث رو در برنامه بعدی ادامه بدیم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من در کنار علی جوادی و محمد آسنگران براتون روزهای خوبی رو آرزو دارم و نظر شما رو به قسمت دوم برنامه جلب می‌کنم.